سلام من علی شیرازی هستم و این برنامه سهشنبه سیوم اردی به هشت ماه بررسی روزنامه هاست استعفای فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنانی سید حسن خمینی ادامه اعتراضات خیابانی مخالفان دولت این بار در شهرستان ها و انتقاد از منتقدان دولت و مذاکرات هسته ای از موضوعات مورد توجه روزنامه های امروز بوده که با هم به مرور آنها خواهیم پرداخت روزنامه آرمان از استعفای منوچهر فراقی فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی در دانشگاه بروجرد به دلیل قصور از وظایف خبر داده. این روزنامه با اشاره به اینکه یک هفته پیش قرار بود سید حسن خمینی به همراه قربان علی دوری نجف آبادی در دانشگاه آیت الله بروجردی سخنرانی کنند اما این سخنرانی ها لغو شد نوشته روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت با وجود مجوز قبلی قرار شد جلسه در دانشگاه با حضور افراد سرشناسی همچون دوری نجف آبادی و سید حسن خمینی تشکیل شود که تعدادی از افراد دیگر نیز به دلیل سلیقه سیاسی خود خواسته بودند همزمان در آن محل و مکان جلسه دیگری تشکیل دهند و بر اساس نظر مسئولان محلی امکان وقوع این جلسه به مسلحت نبوده و شورای تأمین و استان تشکیل شده این روزنامه از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته جلسه ای در وزارت کشور در این باره با حضور استاندار لورستان فرماندار بروجرد معاون سیاسی و معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور برگزار شد و در این جلسه همکاران استانی قبول کردند قصور شده و برخورد منفعلانه ای داشتند و نباید جلسه لغو می شده. به گزارش روزنامه آرمان وزیر کشور همچنین خبر داد که در این جلسه تصمیم گیری شد مدیریت استان لرستان خود با این قصور برخورد جدی کند و فرماندار نیز از آن داشت در شرایط خاص تصمیم گیری کرده و تصمیم پخته ای نبوده و اعتراف کرده دچار قصور و کوتاهی شده و بر این اساس استعفا داد که مورد پذیرش استاندار نیز قرار گرفت همین رضا پور هم در سر مقاله روزنامه شرق با عنوان پیام یک تغییر، به بررسی ابعاد خبر استعفای فرماندار بروجرد پرداخته و نوشته تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد امری مورد پذیر دیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست این جامعه شناس معتقد است روحانی اینک شرایط استراری را پشت سر گذاشته و میخواهد به وعده های دیگر عمل کند چون به درستی میداند مهمترین سرمایه او رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمیتواند پیچهای پرخطر پیش رو را پشت سر بگذارد ایشان حرکت پخته ای را شروع کرده و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد. مقاله شرق به دینجا رسیده که از منظر جامعه شناسی این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت های دارند در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه اعتقادی داشتند اما امروز هویتی عقیدتی نبوده و منفعتی عمل می کنند. آنها در هیست سال گذشته روی سازمان های بروکراتیک بزرگ در استان نشسته بودند دولت آقای روحانی باید از صدر تا زیل از وزیران، استانداران، مدیران کل، بخشداران و رؤسای سازمان ها مانند خود رئیس جمهور عمل کنند و این پیام استعفای فرماندار بروجه است. در همین ها روزنامه شرق گزارش داده که روزهای 28 و 29 اردی بهشت جمعی در اعتراض به وضعیت بدهجابی و همچنین ممانعت از برپایی کنسرت مجید خراتها و امید جهان که قرار بود 31 اردی بهشت در مرکز این استان روی صحنه برود مقابل دفتر نماینده ولی فقی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کوهکیلویه و بای رحمت تجمع کردند. این روزنامه با اشاره به اینکه برخلاف تجمعها و اعتراضهای مشابه هفته‌های گذشته که معمولاً به کوتاه آمدن مسئولان در برابر معترضان می‌انجامید، طی تجمع یاسوج این اتفاق نیفتاد و ایستادگی مسئولان فرهنگی و سیاسی استان کوهکیلویه و بوی بر سر آنچه پایبندی به قانون نامیده می شود فضای تازه ای را در این استان به وجود آورده که در صورت نتیجه گیری نهایی می تواند نوید بخش حرکت بیشتر به سمت تبعیت از قانون در گستره کشور باشد. روزنامه شرق تجمع کنندگان در یاسوج را اعضای هیئت‌های مذهبی معرفی کرده و نوشته این عده برگزاری کنسرت خوانندگان را در برنامه های مختلف از عوامل رشد بدهجابی عنوان کردند و خواستار لغو این برنامه ها شدند. هوشنگ یاریپور فرماندار شهرستان بای رحمت با تاکید بر اینکه هیچ گونه مجوزی برای این تجمع صادر نشده بود گفته با توجه به آنکه برای تجمعی که در دفتر نماینده ولی فقی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت درخواست مجوزی نشده بود و از سوی فرماندهی بوی رحمت نیست مجوزی صادر نشده لذا این تجمع غیرقانونی بود اما مصطفی آبدی در مقاله در روزنامه شهروند با طرح این پرسش که بنیادی ترین اصل اخلاقی چیست نوشته اصلی که همه ما باید آن را رعایت کنیم تا در آن تا در آن صورت مطمئن باشیم که جامعه اخلاقی و سالم و با آرامش نسبی خواهیم داشت این است که با نام اصل یا قاعده طلایی اخلاق شناخته می شود و در ادیان نیز مورد تاکید قرار گرفته ما باید با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که دوست داریم دیگران در شرایط مشابه با ما آنگونه رفتار کنند این قاعده در سیاست نیز جاری است نویسنده با این مقدمه نوشته از همان زمان آمدن دولت جدید طرفداران دولت قبلی مخالفت‌های خود را با سیاست‌های اقلانی این دولت آغاز کردند و بیشترین حجوم را هم به سمت سیاست خارجی و فرهنگی آن بردند ولی در هفته های اخیر این حجوم به نحو غیرقابل تصوری تشدید شده و آنان با معرفی خود به عنوان دلواپس میکوشند تا خود را نگران مذاکرات هسته‌ای نشان دهند به نوشته مقاله شهروند کسانی که در دولت قبلی اجازه کوچکترین پرسشی از مذاکرات سیاسی را نمیدادند و حتی در عمل مجلس و نمایندگان را هم در این زمینه به حساب نمی آوردند امروز چنان در انتقاد کردن از این دولت پیش رفتند که اگر کسی با جامعه ما آشنا نباشد از وجود این حد از دموکراسی متعجب خواهد شد و گمان خواهد کرد که تهران تماما تبدیل به گوشه هایت پارک لندن شده است همزمان روزنامه آرمان در تیتری یک امروز خبر داده که بعضی بعد از برگزاری مراسم دلواپسیم در محل سفارت سابق آمریکا در تهران حالا گروه های استانی دلواپسان فعالیت خود را آغاز کردند و از جمله قرار است در یکی از نخستین فعالیت های خود همایش بزرگ دلاوران دلواپس را در سوم خرداد ماه همزمان با سالروز روز آزادی خرمشهر و روز مقاومت در خیمه گلستان شهدای اصفهان برگزار کنند. به گزارش این روزنامه برگزار کنندگان این همایش وعده دادند این همایش در ابعاد بسیار وسیعتری نسبت به همایش دلواپسیم تهران برگزار خواهد شد و این یعنی تحرکات آنها در اصفهان حالا پررنگتر از هر زمان دیگری قابل مشاهده است و قطعا تا زمان انتخابات مجلس نیز این تحرکات بیشتر خواهد شد یکی از برگزار کنندگان همایش دلاوران دلباپس در اسفهان به روزنامه آرمان گفته همایش نیاز به مجوز ندارد در یک مکان عمومی برگزار می شود و همچنین اصل برنامه هم یاد بود آزادسازی خرمشهر در گلستان شهداست ولی جهت گیری آن و اینکه ادعی رقبت به حضور در این مراسم داشتند مربوط به مسائل هسته‌ای است و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز جوان سخنگوی قوه قضایی نمیخواهند معوقات بانکی غذایی شود وطن امروز احمد توکلی صحه گذاشت تایید رانت سه هزار میلیاردی رسالت قالیباف اگر صرف جویی نکنیم آب در تهران جیره بندی می شود جمهوری اسلامی چهار فاز پارس جنوبی تا پایان امسال تکمیل می شود دنیای اقتصاد کلید غیرتورمی خروج از رکود ابرار رویترز ایران لحن سختری در پیش گرفته است اطلاعات خرازی، استراتژی ایران در خاورمیانه میانه حمایت از مقاومت است روزنامه کیهان در سرمقاله خود همچنان از سیاست مذاکره با غرب انتقاد کرده و نوشته یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی در دانشگاه صنعتی شریف گفت مذاکره با آمریکا راحتتر از مذاکره با اروپا است چرا که اروپایی ها به دنبال اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی ها به قول معروف کت خدا هستند پس اگر با کت خدا ببندیم راحتتر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین تر برویم محمد ایمانی در سرمقاله این روزنامه نوشته از آن زمان تا اواخر شهریور ماه به مدت چهار ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد موج رسانه ای سازمان یافته راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان به شکل رگبار پیام تکرار میکرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم ها و کلید لغو تحریم ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته ای است در ادامه مقاله آمده کسی در این دوره یک ساله یک بار از زبان دولت مردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازد یا تندی کند هرچه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما قافل که کت خدا خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کت خدا بود دلیلی نداشت وقتی از شما می شنود که او را به کت خدایی می خانید جز هیجان اخلاقیات استکباری واکنش دیگری نشان دهد حمید رضا آصفی معاون سابق وزارت امور خارجه هم در سرمقاله روزنامه ای ایران درباره مذاکرات هسته‌ای چند نکته را یادآور شد از جمله اینکه مذاکرات فعلی مقدمه است برای ورود به مباحثی که درباره آنها اختلاف جدی وجود دارد و قرار است یک بار برای همیشه به آنها پایان داده شود از این رو حل و فصل این موضوعات با مسیر پرپیچ و خم پیش رو وقت و زمان زیادی را طلب می کند و در زمان شش ماهه بسیار دشوار است به نظر سخنگوی سابق وزارت خارجه معلفه اصلی در تداوم مذاکرات و حصول نتیجه به اراده سیاسی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا برمیگردد آمریکا بیش از ایران خواهان حل این مسئله است چرا که این کشور در مسائل مهم منطقه از جمله بحران سوریه افغانستان و سایر موضوعات حل نشده ای که گرفتار آن است نیازمند مذاکرات با ایران است به نوشته سرمقاله روزنامه دولت تفاهم ژنو شروعی بود که روند فزاینده تحریم های اقتصادی علیه ایران را متوقف کرد و فضای بین المللی را به نفع ایران تغییر داد. این توافق گام اولیه کوچکی برای برداشتن گام های بلندتر و رسیدن به نقطه نهایی بود که برای رسیدن به نتیجه آن باید صبور و دوراندیش بود. <تص> اما علی محقق در سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان کلید اشتراکی یک قفل با اشاره به گفته های رئیس دولت درباره ارتباطات و حضور مردم در شبکه های اجتماعی نوشته مردم انتظار دارند که مجموع سیاست ها، روی کرد ها و اقدامات عملی دولت به طور ملموس و عینی در راستای این مطالبات مشترک رئیس جمهور و مردم باشد و در این مسیر ابزارها و اهرامهای قانونی لازم نیز در اختیار مجری قانون باشد اما آیا چنین است آیا وزیر ارتباطات به عنوان مجری سیاستهای دولت در این بخش توان گذر از موانع قانونی و فراقانونی پیدا و پنهان موجود در این حوزه را دارد به نظر نویسنده اگرچه به لحاظ عددی در ترکیب کارگروه دولتی ها دست بالا را دارند و در شورای عالی فضای مجازی هم تا حدودی قدرت عمل دارند اما در مقام اجرا و در جریان تصمیم گیری های خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسی و اقدامات مست... اقدامات مستاقی مشخص شده است که معمولا نمایندگان دولت اتوریته لازم برای اجرایی کردن سیاست های مورد نظر خود یا رئیس جمهور را ندارند در پایان مقاله ابتکار آمده علا رقم نظر دولت ویچت با وجود عضویت صدها هزار ایرانی فیلتر می شود. واتساب و وایبر نیمه جان رها می شوند و وعده های روحانی و اعضای مختلف کابینه برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی پرطرفدار مانند فیسبوک هم با وجود تلاش اولی از همان ماه اول با افزایش مخالفت های شرک کلیدی به تدریج به فراموشی سپرده می شود و محدودیت ها در فضای مجازی اگر بیشتر از بهار سال 92 و روزهای پیش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است. مصطفی ایزدی در مقاله با عنوان اعتماد به شبکه های اجتماعی در روزنامه اعتماد در همین باره نوشته در شرایطی که جناح محافظ کار به جوانان اعتماد ندارد و تنها کسانی را میپذیرد که هم فکر آنان باشد چگونه میتوان باور کرد که یک محافظ کار معتدل عکس جریان آب شنا کند و از اعتماد به جوانان در بهرهگیری از دنیای مجازی برای تبادل اطلاعات سخن بگوید با این مقدمه نویسنده اشاره کرده اندک اندک به رقم همه دشواری ها اصلاح طلبان ایمان میآورند که در خورداد ماه سال 92 حمایتشان از حسن روحانی که هیچگاه تا آن تاریخ به اصلاح طلبان نزدیک نبوده کار درستی بوده کافیست به این جمله دقت کنیم اگر تهاجم فرهنگی وجود دارد که وجود دارد راه مواجهه با آن شمشیر چوبی نیست ما باید با ابزار مدرن البته نه منفعلانه و ترسو بلکه فعال و شجاع وارد عرصه شویم و بخش بزرگی از این فضای اجتماعی و شبکه های اجتماعی را جوانان دانشجویان ایران دوستان و اسلام دوستان به تصرف درآورند و هویت اسلامی ایرانی و اسلام رحمانی را به دنیا معرفی کنند نویسنده اظهار نظر کرده سالهای سال است که در کشور ما در برخورد با تکنولوژی بویژه تکنولوژی ارت... اطلاع رسانی و ارتباطات سیاست باز و اعتماد برانگیز وجود ندارد ویدیو را مقایسه کنید با ماهواره با اینترنت با شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک چه تفاوتی بین آن و اینها میبینی؟ جز اینکه ویدیو روزی آزاد شد و ماهواره و فیسبوک و پدیده های مشابه به پارازیت و فیلتر مثلا از دسترس دیگران خارج شده است که البته چنین نیست و این میلیاردها پولی که از بیت هزینه فیلترینگ و پارازیت پخش کردن می شود به راحتی و آسانی دود هوا می شود و تنز پوریه عالمی در روزنامه شرق با عنوان قده منافع مردم دیلینگ دیلینگ اسمس خبرگزاری فارس نوشته شورای شهر تهران طرح سوال از شهردار تهران را پس گرفت دیلینگ دیلینگ یک اسمس دیگر از فارس به خاطر منافع شهر و مردم اقماس کردم تا شهردار فرصت دیگری برای اصلاح امور داشته باشد تا این اسمس دومی را خواندم آمبولانس رو روشن کردم و رفتم سراغ شورای شهر رو زدم روی ترمز و قفل فرمان رو کشیدم و آمدم پایین و قفل فرمان رو بالای سرم چرخاندم و داد و هوار رو انداختم که آی چرا اینقدر دقم میدید ای وای ای وای شورای شهر تهران گفت چرا داده بیداد را انداختی و تهران رو گذاشتی رو سرت گفتم تهران را رو گذاشتم روی سرم که گذاشتم شورای شهر تهران گفت عالمی تو آمبولانس چی مملکتی چرا اینقدر عصبانی گفتم بابا جان من کاری به سیاست و رفاقت و پشت پرده ندارم من میگم هر کاری میکنید بکنید هی hey مننتش منتش رو سر مردم نذارید شورای شهر تهران گفت چی شده گفتم آقا شما از شهردار نمیخوای بازخواست کنی و سوالت را پس میگیری چرا میگی به خاطر منافع شهر و مردم نگو پدر جان هی hey به خاطر منافع مردم منافع مردم رو نادیده نگیرید همین زمان آقای احمدی نجات هم این همه اشتباهات وزارتی و مدیریتی دو تا وزیر رو مجلس نیاورد برای سوال و استیزا همش هم میگفتن به خاطر منافع مردم ولی الان که دولت عوض شده و دولت روحانی آمده همون مجلس که به خاطر منافع مردم نمیگذاشت آب توی دل هیئت دولت تکون بخوره روزی 6 تا سوال از وزرای روحانی میکنه و هر از گاهی هم امضا جمع میکنه یک وزیر رو استیزا کنه میگوی چرا هم میگویند به خاطر میگویی چرا هم میگویند به خاطر منافع مردم گفت بعد است همه به فکر منافع مردم هستند همه این کارا به خاطر منافع مردم است گفتم اصلا من از طرف منافع مردم امضا میدم که به خاطر منافع مردم هم که شده برای منافع مردم کاری نکنی گفت نه هیچ کس حق نداره جای مردم تصمیم بگیره شما که یک آمبولانس چی بیشتر نیستی گفتم خیلی خوب پس من مردم رو سوار آمبولانس میکنم و میرم پریدم توی آمبولانس سوار شدم و مردم رو سوار آمبولانس کردم و راه افتادم شورای شهرداد زد کجا مردم رو کجا میبری سرم رو از پنجره آمبولانس آوردم بیرون و داد زدم میبرم قده منافع مردم رو از تن جامعه در بیارم و بندازم دور که هم خودش راحت چه هم مسئولان هی منت نذارن روش و حالا کارتون های انتخابی امروز کارتون آروین در روزنامه اعتماد کارتون نوید شریفی در روزنامه جام جم علی جهانشاهی روزنامه شرق عباس گودرزی مردم سالاری سعید صادقی جهان صنعت کارتون محمد تهانی در روزنامه آرمان محمد علی رجبی خبرگزاری فارس حیوان زرگری روزنامه شهروند و در پایان کارتونی از مانان یستانی بود بررسی روزنامه های سهشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که میدونید برنامه بررسی روزنامه ها هر روز در صفحه فیسبوک برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد آپلود میشه به این صفحه سر بزنید اون رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون برنامه رو شیر کنید در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا و برنامه دیگر ایام بکام شب و روزتان خوش